اوکی، این آقای پریگوژینه که همه میشناسیدش. یه چیز طنز الان درست شده میخوام نشون بدم. دیروز خبر اومد که هواپیمایی که گفته میشه ایشون درونش بوده سقوط کرده. من از مشهد اومده بودم، سریع اومدم، خیلی گذری رفتم داخل کلاب هاوس. اونجا دیدم یک اتاق کوچکی افراد نظریه ای دارن که میگن این شخص رو پوتین کشته چون خیانتکار است. اویدنسش هم این ویدیویه که چندین ساله پیش در یک مصاحبه ای آقای پوتین داره یه جایی صحبت میکنه، میگه که از این سوال میپرسن که تو چه چیزی را نمیبخشی؟ میگه من خیانت، من آدم بخشنده هستم ولی خیانت را نمیبخشم. بعد حالا گفتن که اینو کشته. چرا؟ چون برای شاخ شده بود. همین چند وقت پیش افراد میدونن که ایشون مثلا یک قیامی کرد، یک خیزشی که میخواست بکنه که بره مسکو رو بگیره، کرملین رو بگیره و غیره. اما من نظر دیگه ای دارم. نظری هم که دارم، دیشب اونجا یه دفعه یادم اومد توی اون رومه، گفتم آقا شما چرا دارید میگید که این همین طنزی که درست کردن، آقا رفقا حلالم کنید. بعد ندید دیگه این مرد از همون موقع بوی مرگ میداد. اینا چی زندگی در واقع مزدورن. ولی یه اشتباهی هست در مورد این گروه واگنر که توضیح خواهم داد. مردم فکر میکنن این واگنری ها مثلا آدم های زندانی در پیت مثلا چیزی هستن، همینجور مثلا خلافکارن، آوردنشون بیرون کردنشون نظامی خصوصی. اینجوری نیست، همشون لااقل اینجوری نیستن. یه عدهشون الیت های ارتش روسیه و خیلی هم سوابق درخشانی در اون مسائل نظامی داشتن، حتی در زمان قدیم، خیلی قدیم. خب دیشب در اون روم من یه دفعه یادم اومد که سه روز قبل یه خبری دیده بودم مربوط به بلاروس. خب بعد گشتم پیداش کردم، هم به اونا گفتم الان میرم کار دارم برمیگردم. در واقع اومدم دنبال این که گفتم بلش کن، بعد میتونست به صورت ویدیو منتشر میکنه. اونجا 6 نفر بیشتر نبود. خب ببین این مال 5 روز پیشه. ببین نوشتم لهستان بلاروس اومد، بیشتر یه شاید 10 روز پیش، 6 7 روز پیش. ببین 23 مرداد شنبه اون هفته. بله ببین تنش ها در مرز بلاروس و لهستان افزایش یافت. 10,000 نظامی در مرز بلاروس مستقر شدن. افزایش شما نظامیان در مرز دادن. حالا میتونید بید بخونید خودتون. خب من این لحظه یادم اومد که ببین لهستان گذرگاه مشترک بلاروس را بست. خب بلاروس ادعای لهستان برای توجیه نوزه نظامی. به نظرم رسید دیشب که اون موضوع به این ربط داره. حالا اینو کجا گذاشتم کنارش؟ این که ایشون که از قیام یه دفعه دست کشید، موقعی که آقای لوکاشنکو که میدونید کیه، یک فردیه در بلاروس، در واقع رئیس جمهور هست اونجا، یه پایدرمیونی کرد، یه چیزی کرد و به حال یه مقدار مثلا شعلش کم شد این بابا. به نظر میرسه قرار بوده یه اتفاقاتی اونجا بیفته. حالا نه اینکه پوتین مثلا فرد دل رحم و این حرفاییه، اما انقدر ابله نیست که الانی که میتونه از این بابا استفاده بکنه، حداقل از وجود کاریزماتیکش در جنگ، انقدر ناشیانه، مثلا من اینه، انقدر ناشیانه و مثلا خجالتی نداره از اینکه که این بابا خجالتی از اینکه اینو بگیره وسط خیابان مسکو اعدامش تیربارش بکنه نداره. خجالت داره، از کی خجالت میگشه؟ اینکه مازون بریم هواپیماشو بزنیم بیفته. پس این که حالا یه تئوری دیگه هم هست مربوط به بریکس، اونم میگم. دیشب هم یه جلسه گذاشته بودن، گفتن نه پوتین میترسیده در نشست بریکس دستگیر بشه. خب این دین جدا تحلیلگران رسمی کشور ما بودن صحبت میکردن، ایشون میترسیده دستگیر بشه در بریکس، هواپیمای اینو انداخته در کجا؟ در شرق روسیه. اینا چه ارتباطی به هم داره این موضوع؟ این زیاد قوی نیست. به صورت اوکام ریزر بخوای وارد بشیم این موضوع، اینه که ایشون آدم بیرحمیه، یه ما پیش بهش خیانت کرده، الان هواپیماش انداخته پایین. خب این کودکانه است که همه الان به ذهنشون میرسه. ولی اینم گفت بود من خیانت رو نمیبخشم. اما ببین چه اتفاقی افتاده. گفتش که فوشو بنداز زمین، صاحبش میاد برمیداره، یا همچین چیزی، یا مثلا چوبو بگیر دستت، یه همچین ضربمثلی ما داریم. آقای زلنسکی گفته ما در مرگ رئیس واگنر دخالتی نداشتیم. اینو من حالا منبع اصلش نرفتم ببینم، همینجوری در یه پیام رسانی هست دیدم این چرا. آقای زلنسکی گفته ما در مرگ رئیس واگنر دخالتی نداشتیم. مگه کسی گفته دخالت داشتی؟
پس افکار عمومی یه قسمتیش برخلاف اونجا که در ایران مثلا هر کی در اینستاگرام رسیده به پوتین این را کشت، ببینید جزای خیانتکار چیست، این کودکانه و ابلهانه است. ببین زلنسکی داره چی میگه، میگه ما در مرگ، حالا ترجمه تحت لفظی متن هستش نمیدونم، در مرگ رئیس واگنر دخالتی نداشتیم. مگه این نظرم هست که ممکنه شما دخالت داشته باشید؟ اگر میتونه به شما برگرده این موضوع، بنفیت و نفعش برای شما چیست؟ به موضوع بلاروس میتونه ربط داشته باشه. حالا اینجا رو ببین، پرچم اینو من در همین کانال خبر فوری دیدم، ساختمان اصلی مثلا ستاد فرماندهی و چیزای اداری کارهای واگنر، گروه واگنر، پرچم حالت صلیب درست کردن چراغاشون رو وقتی روشن کردن بعد از این واقعه. این میتونه سمانتیک باشه، در واقع به صورت نمادین معنی رو القا بکنه. حالا مگه پوتین آدم چیزی نیست، آدم مسیحیه مثلا خیلی کاتولیک تر از پاپی نیست، حالا چه کار داره که صلیب روشن بکنه؟ پس موضوع چیز دیگریست. حالا نگاه کن چه اتفاقی، یه موضوع دیگه ای هم هست، نگاه کن اینم من بازم دیدم که آقای چی میخائیل فلان مشاور زلنسکی گفته که کار خودشونه، یعنی کار آقای پوتینه. یعنی اینم بازم میتونه این ایده که به نظر میرسه درست تره رو تقویت بکنه. حذف نمایشی پریگوژین نشان داد که ولادیمیر پوتین هیچ کس رو نمیبخشد. ببین داره دامن میزنه به اولین چیزی که به نظر عامه میرسه. پوتین بیرحم است، این را کشت همین الان. چرا؟ چون یه ما پیش چیز کرده بود، خیانت. خب میفرستاد 10 تا آدم خیلی ساده دستشو میگیرن، میان محاکمهش میکنن، تیربارش میکنن، با هواپیماشو میندازن پایین که هم گروهیاش بسن وحشی بشن. نه، من فکر کنم در چند روز آینده قرار بود اتفاقاتی در بلاروس بیفته که هم مرز هست اون طرف با چند تا کشور دیگه. خب این نمیشه لهستان فلان. حالا نقش لهستان خیلی مهمه، میدونی در جنگ دوم جهانی از اونجا اون شخص که حمله کرد به شوروی که اسمش نمیتونم بگم، که رهبر آلمان بود، راهی که داشت از اون بالا بود. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ 10 روز قبل یک تنش‌های اونجا بوده بین بلاروس و لهستان. کی با لهستان خیلی اوکی بود در نظر نظامی، پل بوده در واقع در جبهه جنگ؟ این آقای پریگوژین. خب کی هواپیما میندازه؟ کسی که دسترسی به محاکمه دم دستی نداره. فکر کنم منظورم رو رسوندم. من فکر میکنم این افراد و افراد دوستان چیزشون پشتشون به خاطر اینکه این شخص رو مانع میدیدن در حالا یه عملیاتی، یه چیزی که یه کار استراتژیک یا تاکتیکال یا استراتژیکال بلند مدتی که از طریق بلاروس قرار بود اتفاق بیفته، که من هنوز نرفتم در بیارم موضوعش، فکر نمیکنم جدی باشه چون همیشه مسائل هستش دیگه، این بابا رو انداختن که هم فکر میکنن کار کیه؟ کار اینه دیگه. توجیهش چیه؟ پوتین بیرحم است، پوتین فلان است، رحم نمی کند. این ویدیو هم کنارش در اومده. خب پس این تئوری منه، یه خودم دارکه، معلوم نیست، یعنی اویدنسی زیاد براش ندارم به جز همین چیزی که الان خبری که دارم گذاشتم کنارش، هیچ چیزش سند و مندی هم ندارم براش. اما این که به صورت نمادین اینا صلیب روشن کردن، خب بعد هواپیما اندازی در کار بوده، بعد خب پوتین میتونست بیاردش در یک دادگاهی، اصلا دادگاه نمایشی، محاکمش بکنه، همه هم میگفتن این خیانتکار است، یه قاضی حکم میداد، میبردن تو خیابون تیربارش میکردن. مثلا خیلی حقوق بشریه مثلا پوتین خجالت بکشه بعد بره مثلا پیچ هواپیما رو شل بکنه یا دستگاه رو کار بکنه اونا بیفتن پایین. اینقدر کودکانه که نه، این درسته مثلا گولش میزنن بعضی وقتا سیاست مداران جهان، اما در این حد نیست که اینقدر کار کودکانه ای انجام بده. خب این شد گروه واگنر، مراسم ختم براش برگزار کرد، یاد بود هر چیزی بوده، اینم معاونشه که کنارشه، اینم معاونشه که کشته شده.
حالا هیچ احمقی نمیاد اینا رو بی سرپناه بکنه وسط یک کشوری که در حال جنگه. بی سرپناه به معنی که اینا ممکن داخلشون آنارشی بشه، خود فرماندهی پیدا بکنن و خود شرایط داخلی روسیه رو به هم بریزن. پس این ابله نیست بیاد این کار رو کنه، میاد موجه میکنه از نظر حقوقی و قضایی و کیفری، بعد اینو محاکمه میکنه به راحتی. میتونست این کار رو کنه. پس من نظرم اینه که تقریبا احتمال اینکه این شخص این کارو کرده باشه زیر 10%. احتمال اینکه خود اوکراینیان این کارو کرده باشه احتمالش بالاست. حالا کار درستی کردن؟ بله. کار غلطی کردن؟ بله. به ما ربطی نداره که. اما میخوام بگم که به نظر میاد اینا این کارو کرده باشن. وقتی میذاری کنار این خبره چی؟ لهستانه و لوکاشنکو که پل رابط بوده، متحد اصلی پوتینه در منطقه بالای اوکراین، پس میتونه در روسیه سفید قرار بود اتفاقاتی بیفته که ایشون مانع بوده. خب و حداقل یه دیس ارگانایزیشن اتفاق میفته وقتی ترور بشه، به همین سادگی. حالا چه منفعتی میبره ناتو یا هر گروه دیگه یا سیاست مدار دیگه پشت سر، باید دید چه میشود طی چند روز یا چند هفته آینده. ولی به حال حلالش کنن که استایی که دل آزردگی داشته از ایشون. اینجا تو نیجریه هم رفته آدم کشی کرده، البته آدم کشن دیگه، شروع رو دوشی نداره که بول میگیرن برن یه در رو میکشن، میان جنگ میکنن ببخشید، حالا هر کاری میکنن، مزدورن، خلاصه مزد میگیرن، عملیات انجام میدن که حالا طبق قوانین چیز روسیه درست قانونیه. این من اولین بار دیدم فکر کردم برف ریخته اونجا، با فکرم عکس قدیمیه. منابع روسی اعلام نمی کردن که پریگوژین کشته شده، بیشتر همون منابعی که بیشتر الان مشکوکن اعلام کردن کشته. بعد ناکه این برای CNN هم این عکس از CNN در اومده و اینم برف نیست، این در واقع چیز گرد و خاک و مثلا حالت ببینم اون یکی عکسش هست، مثلا یه حالت گرد و خاکیه که اونجا بلند شده. بذار عکسش پیدا کنم. خب پیدا نمیشه. این در واقع یا مواد مثلا پتومتوهایی که اونجا هست یا مواد خاموش کننده آتشی و چیزی. پس این عکس برای برف و قدیم نیست. شما این عکس دورش هم که ببینید این ریخته اونجا. پس این عکس واقعیه. هواپیما سقوط کرده. تعداد اسمشون هم هست که چه کسایی بودن. این بابا و اون بابا هم کشته شدن درونش. این دو شخص، آقای پریگوژین و معاونش. اما کمترین از نظر عقلی تفکر نقادانه بخوای به موضوع نکنی، کم چیزترین مشکوکترین فرد اینه، چون بنفیتی نداره. بنفیتو کی میبره؟ گروه های دیگه. اما میتونه این شخص این کار کنه؟ بله. اما اینقدر ابلهه که اینجوری این کار کنه؟ نه خیر. اگه بخواید اون دوباره اقناع هم هستن دیگه، چرا به هواپیماشو بندازه که بیفته گردن خودش که بیشتر بهش بخوره؟ خب این ویدیو رو بعد بعدن سرچ بکنید نگاه کنید. نبخشیدن پوتین چه چیز رو نمیبخشه؟ چون کپی رایت نمیتونم پخشش کنم. همین بود، این مسئله پریگوژین بود. من در یه چنل دیگه که دارم نمیدونم در آپارات دارید نگاه کنید در یوتیوب، یه ماه پیش ایشو قیام کرده بود، من صوتاشو اینا رو در میآوردم سریع تو همون کانال روسی منتشر میکردیم، سریع تر گوش میکردم ببینم چی میگه، بعد دیگه منتشر میکردیم. چیز شده بود، ربل شده بود. ناراحتیش هم از این بود که ناراحتیش مربوط به جبهه جنگ بود که به ما تجهیزات نمیدن و یه مسائل اینجوری. بعد قیام کرد، اینم بخشیدش به خاطر اینکه ایشون پیشنهاد لوکاشنکو رو پذیرفت و کلا ماسمالی شده بود یه جورای قضیه. یعنی میگن آشپز پوتین بوده، آشپز نبوده. یعنی مثلا آشپز باشه بعد بیاد چیز بشه، درسته که نظامی کار نبوده، ولی خب مثلا اینکه آشپز پوتین بوده حالا شده فرمانده نظامی، اینجوری نیست. مسائل دیگه ای داشته، درسته فروش مثلا رستوران داشته، اما رستورانش برای این نبوده که برای پوتین غذا درست بکنه، در واقع چیز رسمی بوده برای کسایی که مهمون خارجی هم میومدن میرفتن این نگاه میکرده، ولی خب لویال بود تا همین یه ماه پیش، احتمالاً اخیراً هم بوده. من نظرم اینه که پوتین اینو نکشته، بس خلاصش. به نظر من میرسه که پوتین اینو نکشته، طیف مقابل پوتین اینو کشتن، مثلا ناتو یا هر کی. فعلا همین، خدا نگهدار همگی.